قسمت سوم، تدارک. خدا از میان همه مخلوقات انسان رو به صورت بی‌نظیری آفرید تا رابطه مخصوصی با او داشته باشه. به همین دلیل شیطان، یعنی فرشته‌ای که به ضد خدا شورش کرده بود، به باغ عدن رفت تا آدم و حوا رو فریب بده که به کلام و محبت خدا شک کنن. آدم و حوا به دروغ‌های شیطان گوش دادن و از حکم خدا نافرمانی کردند. آدم و حوا به خاطر شرم، تقصیر و ترسی که داشتن، بیهوده سعی کردن مشکل گناهشون را با قوت خودشون حل کنن. خدا در محبتش اجازه داد بیگناهی بمیره تا پوششی برای آدم و حوا فراهم کنه. این تصویر ناراحت کننده ای از این حقیقت بود که مزد گناه مرگه. حتی با وجود اینکه اونها خدا رو رد کرده بودن، ولی خدا به اونها وعده داد روزی نجات دهنده ای متولد میشه که سلطه شیطان بر اونها رو در هم میکوبه و اونها رو آزاد میکنه و رابطه شکسته شده بین خدا و انسان رو دوباره برقرار میکنه. آدم و حوا به خاطر نافرمانیشان مجبور شدن باغ عدن رو ترک کنن و زندگی رو در دنیایی شروع کنن که حالا اسیر عواقب گناه اونا شده بود. رومیان 5:12 به ما میگه که گناه از طریق یک انسان وارد جهان شد و این گناه مرگ را به همراه آورد و در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را فرا گرفت. به خاطر گناه آدم و حوا همه مردم دنیا گناهکار به دنیا میان و از خدا جدا هستند. با این وجود خدا هنوز دوست داره که با همه انسان‌ها رابطه داشته باشه. خدا راهی فراهم کرد که انسان بتونه به خدا نزدیک بشه و دوستش باشه. از نوشته‌های اولیه کتاب مقدس گزارش‌هایی از مردها و زن‌هایی رو می‌بینیم که انتخاب کردن با خدا راه برن. ولی خدا خودش رو به زور به کسی تحمیل نمی کنه. هر شخصی خودش باید تصمیم بگیره که میخواد با خدا رابطه داشته باشه یا نه. و درست از ابتدای پیدایش کسانی بودن که انتخاب کردن خدا رو قبول کنن و کسانی بودن که انتخاب کردن خدا رو رد کنن. این انتخاب سرنوشت ابدی اونا رو رقم زد. در حالی که تعداد انسان‌های دنیا زیاد می‌شد، پیدایش 4 و 5 در مورد یک تمدن بسیار پیشرفته جزئیاتی رو به ما ارائه میده. در مورد کشاورزی و دامپروری اونها، ساختن شهرهای بزرگ، توسعه استفاده از آهن، ساختن ابزارآلات و اختراع سازهای موسیقی. ولی متأسفانه در باب 6 اکثر عمده ای از انسان ها انتخاب کردند از خداوند رو برگردونن. خدا دید که چگونه تمام مردم روی زمین شریر شدن و تمام نیت و فکرهای اونها تمام مدت گناه آلوده. پس خداوند، خدا از آفرینش انسان بر روی زمین غمگین شده و در دل خود بسیار ناراحت شد. ولی نوح مرد عادلی بود و در میان مردم زمان خودش بی عیب بود و با خدا راه می رفت. نوح مثل همه نسل آدم و حوا در گناه و جدا از خدا متولد شده بود. ولی تفاوت در این بود که نوح انتخاب کرده بود به اون چیزی که خدا گفته بود ایمان بیاره و انتخاب کرده بود با خدا راه بره. این آیه به ما میگه که به خاطر اینکه نوح ایمان داشت، عادل شمرده میشه و همه گناهانش بخشیده میشه. اون کاملا توسط خدا پذیرفته شد. خدا میگه اون عادله، یعنی دیگه به عنوان یه گناهکار با اون برخورد نمیشه، بلکه به عنوان یه دوست. نوح چقدر با مردمی که اطرافش بودن فرق میکرد.
پس خدا به نوح گفت: تصمیم گرفتم تمام مردم روی زمین را نابود کنم، زیرا ظلم و ستم آنها دنیا را پر کرده است. بنابراین من آنها و زمین را از بین خواهم برد. پس از چوب سرو یک کشتی برای خودت بساز. چون خدا مقدسه و باید گناه رو مجازات کنه، به نوح گفت که طوفانی میفرسته که همه موجودات روی زمین رو نابود میکنه. سپس خدا جزئیات ساختن یک کشتی رو به نوح داد تا همه اونایی که به اومدن داوری خدا ایمان داشتن رو نجات بده. طول اون کشتی تقریبا باید 1.5 برابر یه زمین فوتبال و ارتفاعش هم به اندازه یه ساختمون 4 طبقه بوده. طراحی اون کشتی مثل یه اقیانوس پیمای مدرن بود که گنجایشی بیش از 630 کانتینر بزرگ داشته که بیش از ظرفیت مورد نیاز برای اون حیوانایی بود که خدا پیش نوح آورد. نوح درست همانطور که خدا به او دستور داد همه کارها را انجام داد. عبرانیان 11:7 توضیح میده که نوح به وسیله ایمان اون کشتی رو ساخت. ایمان نوح یه تجربه اسرارآمیز یا یه نوع مثبت اندیشی نبود. ایمان یعنی اعتماد کنی که چیزی حقیقت داره، حتی وقتی که نمیتونی ببینیش. خدا به نوح گفت که یه کشتی بسازه و با اینکه نوح نمیتونست طوفانی که در راه بود و ببینه، اون کشتی رو میسازه و اعتماد میکنه که گفته خدا حقیقت داره. دوم پتروس باب 2 آیه 5 به ما میگه که نوح واعظ عدالت بود. حتما نوح با مردم اطرافش حرف زده بود و از اونها خواسته بود که به خدا ایمان بیارن و در نظر خدا عادل و پذیرفته بشن، ولی اونا قبول نکردن ایمان بیارن. در تمام دنیا فقط 8 نفر انتخاب کردن که خدا رو پیروی کنن: نوح، زنش و 3 پسرشون، سام، هام، یافث و همسران اونها. خیلی وقتا که ما میخوایم تصمیم بگیریم که چه چیزی واقعا درسته و چه چیزی نادرسته، بر اساس اینکه اکثر مردم اطراف ما چی فکر میکنن عمل میکنیم. ولی وقتی اکثر مردم اشتباه کرده باشن چی؟ همه مردم دنیا خدا رو کاملا از زندگیشون خارج کرده بودن، ولی نوح انتخاب کرد خدا رو پیروی کنه، هرچند فقط اون و خانوادهش بودن که چنین تصمیمی گرفتن. بالاخره ساخت کشتی تموم شد. کتاب مقدس میگه که بعد یک جفت از همه حیوانات زنده به نزد نوح آمده و وارد کشتی شدن. حیواناتی که وارد کشتی شدن یک جفت نر و ماده از همه موجودات زنده بودند، همانطور که خدا به نوح فرمان داده بود. نادیده گرفتن چنین معجزه شگفت‌انگیزی باید غیر ممکن می بوده. خدا در رحمت و محبتش به دنیا آخرین فرصت رو داد که ببینن طوفان واقعا داره میاد و در راهه. ولی اونا هنوز باور نمی کردن. خدا داوری خودش رو به مدت 120 سال به تأخیر انداخته بود، ولی حالا زمان انتخاب تموم شده بود. آخر آیه 16 میگه بعد از اینکه نوح و خانوادهش وارد کشتی شدن، خدا خودش در کشتی رو بست. در آن روز همه چشمه های عمیق فوران کردند و روزنه های آسمان باز شدند. برای اونایی که در تصمیم گیری تأخیر کرده بودن و فکر میکردن اگه واقعا بارون شروع شد وارد کشتی میشن، دیگه خیلی دیر شده بود. در بسته شد. اونا با صبر کردن برای ایمان آوردن زندگی و حیات رو رد کردن. کلام خدا واقعا اتفاق افتاده بود و اونا در یک لحظه خیلی وحشتناک متوجه شدن که حقیقت رو رد کرده بودن. اونا به خدا پشت کرده بودن، خدایی که راه نجاتی برای اونا تدارک دیده بود، و حالا دیگه خیلی دیر شده بود.
ولی همه کسانی که توی کشتی بودن در امنیت بودن. به مدت 40 شبانه روز باران بارید و همونطور که آب بالا می اومد کشتی از روی زمین بلند می شد. همه کوههای زیر آسمان با آب پوشانده شدند. هر جنبنده‌ای که روی زمین حرکت می کرد از بین رفت. کمی بیش از یک سال بعد خداوند کاری کرد که آب کم کم پایین رفت و سرانجام کشتی بر روی کوههای آرارات نشست. فقط نوح و خانوادهش از اون طوفان نجات داده شده بودند و در حالی که کشتی رو ترک می کردن می دونستن که در طوفان هلاک نشدن، نه به خاطر اینکه بیگناه بودن، بلکه به خاطر اینکه به خدا ایمان آورده بودند و عادل شمرده شدند. درست همونطور که اون کشتی تنها راه نجات از داوری خدا بود، این واقعه اشاره‌ای به آینده نیز بود، به زمانی که خدا در محبتش راهی برای نجات همه بشر فراهم می‌کرد. بعد از طوفان، پیدایش، بابهای 9 تا 11 به ما میگه که نوح به مدت 350 سال دیگه عمر کرد. در حالی که نوح هنوز زنده بود، تونست ببینه که پسرانش سام، هام و یافث و فرزندان اونا دوباره زمین رو پر کردن. اونا شهرهایی ساختن، ملتهایی رو شکل دادن و پادشاهیهایی رو به وجود آوردن. در زمان زندگی سام، در حالی که فقط 2 سال از مرگ نوح گذشته بود، یکی از معروفترین انسانهای طول تاریخ به دنیا اومد، ابراهیم. پیدایش بابهای 12-25 داستان زندگی ابراهیم رو تعریف میکنه. ابرام که در کتاب مقدس اول به این اسم نامیده شده از نسل سام بود. او مرد ثروتمندی هم بود که خدمتکاران و حیوانات زیادی داشت. اون متأهل بود ولی فرزندی نداشت، چون همسرش سارای نازا بود. و در پیدایش باب 12 آیات 1-3 میبینیم که خدا شروع کرد به آشکار کردن نقشه مخصوصی که برای ابرام داشت. اول خدا به ابراهیم گفت که اون رو به سرزمینی هدایت میکنه که در آینده به مالکیت اون و فرزندانش در میاد. دوم، خدا از ابراهیم ملت بزرگی به وجود میاره. و سوم و مهمتر از همه این که خدا قول داد همه مردم دنیا از طریق اون برکت پیدا میکنن. این وعده خداست که باعث میشه ابرام خیلی مهم بشه، چون خدا در این آیه نقشه نجات خودش رو بیشتر آشکار میکنه. میبینید؟ به خاطر گناه همه مردم زیر لعنت داوری هستن، ولی در این آیه خدا داره برکتی رو وعده میده که برای همه مردم، و اون برکت از طریق ابراهیم خواهد بود. این اشاره به نجات دهنده موعودیه که می اومد تا بشریت رو از لعنت گناه و مرگ آزاد بکنه. و پیدایش باب 12 آیه 3 اولین نشونه ای که در کتاب مقدس داریم در مورد اینه که اون نجات دهنده موعود جسمن از نسل ابرام خواهد بود. پیدایش 12 آیه 4-7 میگه که ابرام از خدا اطاعت کرد و مسیر 300 کیلومتری تا سرزمین کنعان رو طی کرد. بابهای بعدی میگه اون یه دوره قحطی رو پشت سر میذاره، در جاهای مختلفی چادر میزنه و حتی در یه جنگ درگیر میشه. ولی در حالی که سالها میگذشت، ابرام و سارای پیرتر شدن و همچنان بدون فرزند باقی موندن. به نظر وضعیت مایوس کننده ای داشتن. اونا فکر کردن که این وعده های خدا چطور به انجام میرسه وقتی اونا پسری ندارن؟ آیا یکی از خدمتکارا باید وارث اونها بشه؟ پیدایش باب 15 آیه 4 میگه خداوند در رویا به ابراهیم ظاهر شد و گفت پسری که از خود تو خواهد بود وارث تو میشود
خدا ابراهیم رو بیرون برد و گفت به آسمان نگاه کن و اگر واقعا میتوانی تعداد ستاره ها را بشمار. سپس به او گفت پس نسل تو همینطور خواهد بود. برای ابراهیمی که بچه نداشت به نظر غیر ممکن بود، ولی وقتی خدا وعده خودش رو تکرار کرد که پسری به ابراهیم میده، آیه 6 میگه که ابرام حرف خدا رو باور کرد. ابرام وعده خدا رو شنید و بعد به اون ایمان آورد، چون ایمان یعنی باور کردن چیزی که حقیقت داره حتی وقتی که نمیتونی اون رو ببینی. و وقتی ابرام به حرف خدا ایمان آورد، آیه 6 ادامه میده که خداوند ابرام رو عادل به حساب آورد. در اون لحظه خدا اعلام کرد ابرام عادله، همه گناهانش بخشیده شده و کاملا توسط خدا پذیرفته شده. ولی مگه ابرام چی کار کرده بود؟ اون که چیزی به خدا نداده بود، هیچ نوع مراسم مذهبی انجام نداده بود، هیچ کار خوبی انجام نداده بود. با این وجود خدا گفت که ابرام عادله و فقط به خاطر اینکه وعده خدا رو باور کرد. در حالی که سالها گذشت و سارای هنوز بدون فرزند بود، پیدایش 16 به ما میگه که سارای ابرام را متقاعد کرد که از هاجر بچه دار بشه. هاجر کنیز مصری سارای بود. هاجر پسری به نام اسماعیل به دنیا آورد. خدا اسماعیل رو به فراوانی برکت داد و ملتی رو از نسل اون به وجود آورد. ولی اسماعیل اون پسری نبود که خدا وعده داده بود. در پیدایش 17 وقتی ابرام 99 ساله بود، خداوند به اون ظاهر شد و به ابرام گفت که سارای به طور معجزه آسایی پسری به دنیا میاره که اسمش رو اسحاق میذارن. اسحاق اون پسر موعوده. و همون روز خداوند دوباره وعده خودش به ابراهیم رو با تغییر دادن نام اون به ابراهیم تایید کرد که به معنای پدر بسیاری، و خدا اسم زنش رو هم به سارا تغییر داد. چقدر اون سال برای ابراهیم سال خوبی بوده و چقدر اون و سارای 90 ساله باید خوشحالی کرده بودن که می دیدن شکم سارا هر روز بزرگتر میشه و اون روزی رو تصور می کردن که می تونستن پسرشون رو بغل کنن، پسری که خدا برای اونها فراهم کرده بود، پسری که از نسلش یه روزی اون نجات دهنده موعود می اومد. اکنون خداوند همانطور که گفته بود به سارا لطف کرد و آنچه که وعده داده بود را برای سارا به جا آورد. سارا آبستن شد و در زمان پیری برای ابراهیم پسری زایید، در همان زمانی که خدا به ابراهیم وعده داده بود. در حالی که اسحاق کوچولو رشد میکرد، ابراهیم از آموزش نحوه گله‌داری و مراقبت از چادرها و دارایی‌های خودشون به اسحاق لذت میبرد. مهمتر از همه، ابراهیم نحوه پرستش خدا رو به اسحاق یاد داد. کتاب مقدس میگه یکی از راه‌هایی که پیروان خدا اون رو پرستش میکردن این بود که یه مذبح بسازن. روی این مذبح اونها حیوانی رو میذاشتن، اغلب یه بره رو. قوم خدا متوجه شدن که گناهکار بودند و مزد گناه مرگ. بعد اون بره در حضور خدا کشته و سوزانده می شد. این یه تصویر خیلی جدی از بیگناهی بود که به جای گناهکاران می مرد تا اونا زنده بمونن. اسحاق حتما باید خاطرات زیادی از اهدای قربانی به همراه پدرش داشته، ولی هر دوی اونا به زودی با یه قربانی روبرو می شدن که هیچ کدومشون هرگز فراموش نمی کردن. مدتی بعد خدا ابراهیم رو آزمایش کرد. خدا به او گفت ابراهیم. او جواب داد اینجا هستم. سپس خدا گفت یگانه پسرت اسحاق را که دوست داری بردار.
و به منطقه مورایا برو. او را به عنوان هدیه سوختنی بر روی یکی از آن کوها که به تو خواهم گفت قربانی کن. خدا تصمیم گرفت اطاعت ابراهیم را آزمایش کنه، به این صورت که ازش بخواد اسحاق را قربانی کنه. تصور کنید ابراهیم از شنیدن این موضوع چقدر شوکه شده بود. اون 25 سال در انتظار به دنیا آمدن این پسر بود و حالا اسحاق باید میمرد؟ صبح روز بعد ابراهیم بیدار شد و الاغ خود را آماده کرد. او دو نفر از خدمتکاران و پسرش اسحاق را با خود برد. وقتی ابراهیم به اندازه کافی چوب برای هدیه سوختنی جمع کرد، به طرف مکانی که خدا به او گفته بود به راه افتاد. روز سوم ابراهیم بالا را نگاه کرد و آن مکان را از دور دید. او به خدمتکارانش گفت: من و پسرم به آنجا می رویم، شما به همراه الاغ همینجا بمونید. ما خدا را پرستش می کنیم و بعد نزد شما برمی گردیم. ابراهیم از خداوند اطاعت کرد و اسحاق را برداشت و به منطقه مورایا رفت. ولی وقتی به اونجا رسیدن، در دامنه کوه ابراهیم حرف عجیبی به خدمتکارانش زد. او گفت: نزد شما برمی گردیم. خب مگه قرار نبود که اسحاق بمیره؟ یعنی ابراهیم داشت چه فکری میکرد؟ عبرانیان 11 آیات 17 تا 19 به ما میگه که اون روز چه فکری در سر ابراهیم بود؟ آن کسی که وعده های خدا را دریافت کرده بود در شرف قربانی کردن پسر یگانه خود بود، حتی با وجود اینکه خدا به او گفته بود که نسل تو از طریق اسحاق خواهد بود. ابراهیم مطمئن بود خدا می تواند مردگان را زنده کند. خدا وعده داده بود که ملتی و در نهایت نجات دهنده ای از نسل اسحاق به وجود خواهد آمد. بنابراین ابراهیم بر اساس وعده خدا باور کرد که خدا می تونه اسحاق رو از مردگان زنده کنه و با هم می تونن برگردن. ابراهیم چوبهای هدیه سوختنی را برداشت و بر پشت اسحاق قرار داد و خودش آتش و چاقو را حمل کرد. در حالی که ابراهیم و اسحاق به طرف کوه مورایا بالا می رفتند، اسحاق چوبهایی را حمل می کرد که باید روی اونها می مرد. در حالی که هر دو با هم راه می رفتند، اسحاق رو به پدرش کرد و گفت: پدر. ابراهیم پاسخ داد: بله پسرم. اسحاق ادامه داد: چوب و آتش اینجاست، ولی بره برای قربانی سوختنی کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: خدا خودش بره را برای قربانی سوختنی تدارک می‌بیند پسرم. وقتی به محلی رسیدند که خدا به او گفته بود، ابراهیم مذبحی ساخت و چوب‌ها را روی آن قرار داد. سپس دست و پای اسحاق را بست و روی مذبح قرار داد، بر روی چوبها. و بعد چاقو را در دستش گرفت تا پسرش را قربانی کند. ولی فرشته خداوند از آسمان او را صدا زد: ابراهیم، ابراهیم. ابراهیم پاسخ داد: اینجا هستم. فرشته گفت: به پسرت کاری نداشته باش، آسیبی به او نرسان. حالا می دانم از خدا می ترسی، چون پسرت پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. ابراهیم بالا را نگاه کرد و قوچی را دید که شاخهایش در بوته‌ها گیر کرده بود. او به طرف قوچ رفت و آن را گرفت و به جای پسرش به عنوان هدیه سوختنی قربانی کرد. اون چوب‌ها برای اسحاق بودن، آتیش و چاقو برای مرگ اسحاق بودن.
ولی در آخرین لحظه که مرگ اسحاق قطعی بود، خدا جانشینی برای او فراهم کرد. جانشین کسیه که جای یه نفر دیگر رو میگیره. و اون روز که مرگ اسحاق قطعی بود، اون قوچ بود که به جای اسحاق مرد تا اسحاق بتونه زنده بمونه. به عنوان یادگار اون کاری که خدا کرده بود، ابراهیم به اون مکانی که ایستاده بودن نام مخصوصی داد. ممکنه فکر کنید ابراهیم اسم اونجا رو گذاشت خدا تدارک دیده است، ولی آیه 14 میگه که پس ابراهیم آن محل را خدا تدارک خواهد دید گذاشت. میبینید ابراهیم داشت به یه روز دیگه فکر میکرد. زمانی که مرگ قطعی به نظر میومد، خدا جانشینی تدارک میدید، کسی که میمرد تا دیگران زنده بمونن، و اون شخص تدارک نهایی بود. در حالی که فرزندان آدم و حوا زمین رو پر کردن، هر کدوم از اونا این انتخاب رو داشت که از خدا اطاعت کنه یا اون رو رد کنه. نوح و خانواده‌اش پیروی از خدا رو انتخاب کردند، در حالی که بقیه دنیا به خدا پشت کردند و دست به شرارت و خشونت و فساد زدند. چون خدا مقدسه و گناه باید مجازات بشه، خدا به نوح گفت که به خاطر شرارت مردم طوفانی برای داوری اونا میفرسته. به هر حال خدا در محبت خودش راهی رو برای نجات از طوفان فراهم کرد. همه اونایی که حرف خدا رو باور کردن وارد کشتی شدن. همه اونایی که قبول نکردن هلاک شدن. به همین صورت خدا باید گناه شما رو مجازات کنه، ولی خدا در محبتش راهی رو برای شما فراهم کرده که نجات پیدا کنید. بعد از طوفان، وقتی تعداد مردم دنیا دوباره شروع به افزایش کرد، خدا مردی به نام ابراهیم رو انتخاب کرد که پدر یک ملت باشه. از طریق اون ملت بود که روزی نجات دهنده موعود می اومد. از طریق ابراهیم همه مردم روی زمین برکت پیدا می کردن. این وعده برکت دادن شما بوده. در یک آزمایش الهی، خدا از ابراهیم خواست که اسحاق رو به عنوان یک قربانی تقدیم کنه. ولی قبل از اینکه ابراهیم پسرش رو بکشه، خدا جانشینی فراهم کرد که جای اسحاق بمیره. یک قوچ مرد تا اسحاق بتونه زنده بمونه. اسحاق تصویر شماست. اون روز داشت به واقعه‌ای در آینده اشاره می‌کرد، به روزی که خدا کسی را فراهم می کرد که به عنوان جانشین شما بمیره. دوبله شده در شبکه 100 سبن پارس.